الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه الشرط السادس لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان ولا يجوز الترخص قبل ذلك بحث ما در مبحث أول أزمة مباحث نماز مسافر يا صلاة مسافر هست که عرض شد مرحوم محقق حل الله علی در مبحث اول شش تا شرط را برای تحقق زمینه قصر سلات و سوم مطرح نموده است تا درس قبلی پنج تا شرط مطرح شد ششمین شرط و آخرین شرطی که در آخر مبحث اول مطرح می عبارت است از حد ترخوز به اصطلاح فقها ها مقصود از حد ترخص این هست که کسی که میخواهد در مثل فردا مثلا مسافرت برود و قصدش هم رفتن هشت فرسخ و بیشتر از آن هست همین که صبح از خانهش خارج شد نباید روزه خود را افتار بکند در ماه رمضان یا نماز خود را شکسته بخواند بلکه باید صبر بکند انتظار بکشد مقدار راه برود تا اینکه در حد ترخص برسد این که حد ترخص چی مقدار هست با فاصله کم از شهر و رو روستا می شود حد ترخص ملاق هایی که در روایات ما مطرح شده است دو چیز هست یکی خفای جدران هست یکی هم عرض کنم عدم سمای آزان هست یعنی اگر از قریه خود از شهر خود اون مقدار فاصله گرفتیم که از آن شهر به گوش ما نمی رسد و دیوارهای شهر را به صورت عادی نمی بینیم معنایش این است که به حد ترخص رسیده ایم و با رسیدن به حد ترخص در ادامه اون اگر نماز را میخوانیم باید شکسته بخوانیم اگر روزه هستیم در ماه مبارک رمضان حق افتار داریم لذا در ارتباط با شرط ششم اشون میفرماید از شرط سو لا یجوز للمسافر شرط ششم جایز نیست برای شخص مسافر از تقصیر تقصیر کردن که مقصود از تقصیر یعنی کوتاه کردن نماز و افطار نمودن روزه هست حتی یتوارا تا اینکه مخفی بشود جدران البلد دیوارهای شهر جدران البلد الذي یخرج من اون شهر که از اون شهر خارج می شود او یخف علیه الاذان یا اینکه اذان برای خود شخص مسافر مخفی بشود دیگر قابل شنیدن نباشد در گذشته ها در صدر اسلام ملاکه های دقیق تر از این گو این که قابل را نبودند در هر صورت مثل امروز بالاخره ارز کنم وسائل و تکنولوژی و ارز کنم ابزار نبودند این دو تا ملاک را مطرح فرموده است و برای انسان اون روزی تا حدود این مسئله کاملا قابل تبیین و مشخص بوده است که در کجاها برسیم دیگر شهر دیواره های شهر قابل دیدن نیست و اگر در کجاها برسیم ارز کنم از آن شهر مخفی می شود در این خصوص چند تا نکته رو باید یادآوری کرد اولین نکته این که این که فرمود ارز کنم مخفی شدن دیواره های شهر ارز کنم و مخفی شدن خود اذان خود این دو تا علامتی که اینجا ذکر شده است بعضی فقها فرموده اند که هر زمانی که دیوار شهر مخفی بشود از چشم یعنی چشم انسان اون را به صورت آشکار نبیند حتما از آن هم قابل شنیدن نیست اما برعکسش صادق نیست که اگر ازان شهر را با گوش نشنیدیم دیوارها را هم حتما نبینیم ایچی بسا که ها را ببینیم یعنی بر اساس این ادعا گو این که برد و ارز کنم مسافت دید چشم ما از مسافت شنیدن گوش ما بیشتر هست لذا هر زمانی که واقعا نتوانستیم دیواره های شهر را تشخیص بدهیم قطعا صدای اذان به اونجا نمیرسد اما اگر در یک جای صدای اذان نرسید معنایش نیست که دیواره ها را نبینیم ای چی بسا دواره ها را ببینیم در ارتباط با این مسئله حد سه تا قول در میان فقه ها مطرح شده است یک قول که قول مشهور هم هست همین قول مرحوم مصنف رضوان الله علیه هست که هر دوی اینها با هم عرض کنم خدمت با سعادت شما در کنار هم علامت مستقل هستند به عبارت دیگر یا اینکه از آن مخفی بشود یا اینکه که دیواره های شهر قابل دیدن نباشه هر کدام که محقق شد انسان می تواند نماز خود را قصر بکند و شکسته بخواند قول دیگر که از پدر مرحوم صدوق علی ابن بابا ویه قومی نقل شده است فرمودن اصلا ما حد ترخص نداریم در واقع این شرط ششم کل عدم هست همین که از خانه خود صبح خارج می شویم قصر سفر داریم می توانیم نماز خود را مثلا شکسته و روزه خود را افطار بکنیم همچنان که در برگشت هم حد ترخص معنایی ندارد این یک قول هست بالاخره قول دوم هست قول سوم خواستن ارز کنم خدمت با سعادت شما جمع بکنن که البته این قول اینجا خیلی در کتاب مطرح نشده است کسان از فقها فرمودن هر دو باید محقق بشود هم خفای از آن محقق بشود و هم خفای جدران محقق بشود هر دو با هم که محقق شدن اون زمان ما حق افتار را خواهیم داشت لذا می فرماید از شرط سوق شرط ششم جایز نیست برای مسافر التقصیر تقصیر کردن نماز حتی یتوار جدران البلد تا اینکه مخفی بشود دیوار شهر جدران البلد الذي یخرج من دیوار شهر که از اون شهر خارج می شود او یخفا علیه الازان یا اینکه آن عرض کنم خدمت با سعادت شما مخفی بشود یعنی امکان شنیدن اذان و صدای اذان نباشد اصل این مسئله روایات هم دارد و عرض کنم در باب شش از ابواب عرض کنم صلات المسافر و سائل الشیعه حدیث یگوسی رو داریم که در ارتباط با این مسئله عرض کنم خدمت با سعادت شما مطرح شده است لذا می فرماید که در ارتباط با این روایات حدیث یک و سه هر کدامشون مستقل هر دو مطرح کرده اند یعنی یکی خفای ازان را گفته است دیگری خفای جدران را گفته است در جمع کردن میان این روایات نظر مشهور و نظر مصنف همین است که یخ را جمین او یخفا علیه الازان یعنی اگر یک از اینها هم محقق شد کافی هست یک تعداد اینطوری جمع کرده اند ارز کردم نظر دیگر اینطوری هست که حتما هر دو باید محقق بشود هر کدام به تنهایی علامت نیستند قول سوم که قول مرحوم علی ابن بابا و قومی پدر شیخ صدوق هست اشون نفرماید این شرط اصلا سالبه به انتفاع موضوع هست و لازم نیست ما نیازی به حد ترخص در قصر کردن و یعنی شکستن نماز و افتار کردن روزه نداریم لذا می فرماید که از شرط و سادس و ششمین شرط این است که لای یجوز للمسافر جایز نیست برای شخص مسافر تقصیر کردن حتی یتوارا تا اینکه مخفی بشود جدران البلد الذي یخرج عن هذا البلد او یخفو علیه الازان یا اینکه ازان بر خود شخص مخفی بشود و لا یجوز له الترخص قبل ذالک و جایز نیست برای این مکلف مسافر الترخص ترخص یعنی قصر کردن نماز و افتار کردن روزه قبل از تحقق خفای ازان و خفای جدران یعنی قبل از رسیدن به حد ترخص نباید افطار بکنیم ولو نو سفر لیلا حتی اگر نیت سفر را از شب داشته باشد به با عبارت دیگر اصل تحقق سفر قطعی هست از سر شب این بنده خدا نیت سفر را داشت با همه اینها میفرماید قبل از رسیدن به حد ترخص این حق را نداریم نکته دیگر این که این حد ترخص نقشش یا دورش فقط در رفتن آشکار نمی شود بلکه در برگشتن هم نقش دارد لذا می فرماید و فی عوده قصیر همچنین مسافر در برگشتن خود قصر می کند روزه خود را افتار می نماز خود را شکسته می حتی یبلغ سما الاذان من مصره تا اینکه برسد صدای اذان از شهر خودش یعنی در واقع در برگشتن هم باید رعایت حد ترخص را بکند نماز خود را شکسته بخواند شکسته بخواند همین که به نقطه رسید که صدای اذان شهر را میشنود گو این که به خانه خود رسیده است دیگر از این به بعد صدق مسافر بر او نمیکند و باید نماز خود را حتما تمام بخواند پس میبینیم که بر اساس شرط ششم که همون حد ترخص باشد به اصطلاح فقها ها این حد ترخص هم در وقت خارج شدن از منزل یعنی هم در شروع سفر نقش دارد و هم در برگشتن از سفر نقش دارد فقط تفاوت را که مرحوم مصنف رضوان الله علیه اینجا گذاشته است در شرط ششم راجع به حد ترخص ایشون میفرماید در رفتن یا خفای ازان یا خفای جدران اما در برگشتن تنها خفای ازان ملاک است خفای جدران را ایشون ملاک قرار نداده است در برگشتن یعنی اگر برگشتیم و به نقطه رسیدیم که دیواره شهر را میبینیم معنایش این نیست که زمان قصر تمام شد نماز را تمام بخوانیم نه خیر همچنان باید نماز خود را شکسته بخوانیم تا اینکه به نقطه برسیم که صدای ازان را بشنویم در وجه این تفاوت این کشون چرا این فرق را گذاشته است ارز کنم خدمت با سعادت شما علتش این هست که روایات که در مسئله داشتیم اون در باب شش حدیث یک حدیث و سه راجع به برگشتن فقط سمای ازان در روایت مطرح شده است عرض کنم خدمت با سعادت شما خفای جدران مطرح نشده است این باعث شده است که مرحوم محقق حل رزوان الله علی میان رفت و برگشت فرق بگذارند در شروع سفر و در رفتن دو تا عرض کنم علامت داریم یکی خفای از آن دیگری خفای جدران اما در برگشتن فقط خفای از آن ملاک باشد این نظر است که مرحوم مصنف فرموده است در هر صورت در ارتباط با برگشتن عرض کنم خدمت با سعادت شما نظر دیگر هم داریم که گفتن این حد ترخص فقط در وقت رفتن ملاک هست اما در برگشتن از سفر تا زمانی که به خانه نرسیده ایم از این جهت تفاوتی نمی کند این نظر مرحوم سید مرتضا و کسان دیگر هست که فرمودن حتی یبلغ منزله که در باب هفت حدیث چهار را داریم حدیث سی را داریم که دلیل این قول می شود و البته بقیه فقها این دو تا روایت را توجیه کردن و فرمودن دلیل بر قول مرحوم سید مرتضا و ابن جنید و کسان دیگر از فقها نمی شود پس از نظر مصنف رضوان الله علیه رعایت حد ترخص در خارج شدن قطعی هست و دو تا هم شاخص دارد یک خفای ازان یک خفای جدران و در برگشتن فقط خفای ازان ملاک هست مرحوم سعید مرتزا می فرماید که در برگشتن اصلا همیشه ملاک نداریم همین که به خود خانه خود رسیدیم به اهل و عیال سلام کردیم سفر ما تمام می شود تا این لحظه می توانیم روزه خود را افطار بکنیم و تا این لحظه باید نماز خود را هم شکسته بخوانیم بعد از این عرض کنم تفصیلاتی که ایشون راجع به حد ترخص و نقش حد ترخص در رفت و در برگشت مطرح فرمودن و قیل یقصر عند الخروج من منزله این در واقع قول دیگر راجع به اصل حد ترخص هست عرض کردم که در حد ترخص سه تا نظریه داریم نظریه مصنف نظریه برخی دیگر از فقها که اینجا مطرح نشده است در کتاب در کتابه های تفصیلی از جمله مداریک نقل شده است نظر سوم هم نظر مرحوم علی ابن بابوی قومی است که اصلا منکر حد ترخص هست می فرماید قیلت یک قول دیگرین هست که یقصر عند الخروج من منزله قصر بکند از زمان خارج شدن از منزل اون مسافر یعنی همین که از خانهت خارج شدی نماز خود را شکسته و روزه خود را افتار بکن و یتیم و عند دخوله و تمام بکند در وقت داخل شدن منزل همین که در منزل وارد شدی سفرت تمام شد و اینجا هست که باید روزه خود را بگیری و نماز خود را هم تمام بخوانی که مرحوم محقق حله می فرماید و قول اول ازهر و اقوا هست که همون قول ارز کنم خدمت باساعدت شما ملاق قرار دادن یا خفای اذان یا خفای جدران این که فرمود ازهر هست علتش را ذکر کردم ارز کنم که در واقع اون دو تا روایت بودن و البته اکثریت فقه ها هم و مشهور فقه ها هم همین قول را بسندیدن پس در خود کتاب راجع به اصل حد ترخص دو تا نظر را داریم یکی نظر اثبات که قول مصنف هست یکی نظر انکار که قول مرحوم علی ابن بابوی قومی هست در ارتباط با نقش حد ترخص اینجا بازم دو تا قول را داریم یکی عرض کنم خدمت راجع به نقش حد ترخص یکی قول مرحوم مصنف هست که فرمود در رفتن نقش دارد در برگشتن فقط ارز کنم همون خفای ازان هست یکی قول مرحوم سید مرتضا هست که در برگشتن فرمود اصلا حد ترخص هیچ دور و نقشی ندارد همین که به خانه رسیدی سفرت تمام می شود تا به خانه نرسیدی باید نماز خود را شکسته و روزه خود را افتار بکن اینها مجموعه اقوال بودند در ارتباط با حد ترخص پس در نتیجه اگر عرض کنم خدمت با سعادت شما هر دوی اینها محقق بشود یعنی هم خفای جدران محقق بشود و هم خفای ازان که قطعا اونجا خوب باید عرض کنم خدمت با سعادت شما افتار بکنیم و نماز خود را هم شکسته بخوانیم و این همون قول قدر متعقن هست بر اساس نظر مصنف که یک از اینها عرض کنم خدمت با سعادت شما کافی بود نکته دیگر این که این که فرمود ازان، اذان شنیدن اذان در ارتباط با شنیدن اذان یا در ارتباط با دیدن همه اینها ملاکش همون متعارف هست هم صدای معذین باید صدای متعارف باشد هم گوش شنونده باید گوش متعارف باشد و هم چشمی که با اون میبیند عرض کنه باید چشم متعارف باشد و هم موانعی که در راه شنیدن و دیدن هست باید موانع موانع طبیعی و در فضای متعارف در نظر گرفته شود اگر احیانا بسیار عرض کنم خدمت با سعادت شما مانع بزرگی در جلوی چشم باشد ای چی انسان ممکن است از این خیابان تا خیابان دیگر هم نبیند همچنین اگر کسی گوشش ضعیف باشد یا چشمش ضعیف باشد یا صدایش بیش از اندازه پایین باشد تمام اینها در این مسئله عرض کنم تأثیر گذار هست همچنان که در خود بیود هم این که گفتیم مقصود خانه های شهر همون خانه های معتاد و متعارف هست و الا ساختمان های کنم چند طبقه و امثالین ها یا مناره های مسجد مثلا یا بعضی چیزهایی که معمولا می سازند و ارز بسیار بلند هست برجه های کذایی اینها قطعا در این مسئله ملاک نیست و انسان ممکن است از فاصله های بسیار دور اونها را عرض کنم خدمت با سعادت شما بشنون بشنون یا ببینن خب بحث دیگری که اینجا هست در ارتباط با حد ترخص حد ترخص برای وطن اصلی انسان قطعا باید رعایت بشود کسی که کس از خانه خود سفر میکند و دوباره به خانه خود برمیگردد باید رعایت حد ترخص را بکند سوال این هست که همچنانی که گفتیم بعضی چیزهای هست که قواطع سفر هستند مثل قصد اقامت ده روز در یک شهری که شهر خود ما نیست یا عرض کنم خدمت با سعادت شما کسی که در یک شهر مترددن و در حال تردید سی روز بماند بدون نیت اقامه آیا اینجا هم رعایت حد ترخص بشود؟ مثلا کسی از خانه خودش که در قوم هست رفت به سمت تهران در اسنای را ده روز قصد اقامت کرد در یک روستایی بعد از ده روز حالا میخواهد از اونجا دوباره ادامه مسیر بدهد سمت تهران آیا اینجا باز باید رعایت حد ترخص بکند یعنی تا زمانی که خفای اذان یا خفای جدران نشده است نباید افتار بکند نباید نماز را شکسته بخواند یا لازم نیست نفس همین سوال ارز کنم در ارتباط با کسی است که سی روز در یک جای مترددن میماند رفت مشهد مقدس به خاطر عرض کنم بعض کارها سی روز همینطوری ماند قصد اقامت هم نکرده بود حالا که از مشهد میخواهد خارج بشود با اینکه وطنش هم نیست و در برگشت باز رعایت حد ترخص را باید بکند یا اینکه رعایت حد ترخص اینجا لازم نیست در ارتباط با این مسئله ارز کنم اگر کسی احتیاط بکند که خب چه بهتر جمع بکند بین قصر و اتمام ولی بالاخره ارز کنم کسان از فقه فرمودن که اینها هم ملحق به وطن می شوند یعنی همچنانی که ما در وطن باید رعایت حتی ترخص را بکنیم در هر شهری یا در هر قریه ای که قصد اقامت ده روز کردیم یا سی روز مترددن ماندیم و بعد از اونجا خارج شدیم ادامه سفر را باز باید رعایت حد ترخص را بکنیم و به صورت طبیعی در برگشت هم باز همین مسئله مطرح خواهد شد نکته دیگر این که اگر کسی عرض کنم خدمت با سعادت شما سفرش سفر معصیت بود و عرض کنم خدمت با سعادت شما از آغاز سفر سفرش سفر معصیت بود پنج کیلومتر مثلا بعد سر پنج کیلومتری پشیمان شد توبه کرد سفرش رو سفر طاعت با توجه به این که سفر طاعت می شود آیا حد ترخص اینجا معنا پیدا می کند یا نه عرض کنم خدمت شما قطعا مقتضای احتیاد این هست که از همون پنج کیلومتری که حالا سفرش سفر طاعت می شود تا رسیدن به حد ترخص بازم رعایت احتیاد این هست که نباید نماز خود را شکسته یا روزه خود را افتار بکند نکته مهم دیگر این که اگر کسی شک کرد که آیا من در حد ترخص رسیده یا نه که با توجه به گنگ بودن این دو تاملاق شاخص خیلی اوقات این شک ممکن است برای انسان پیش بیاد اگر شک کردیم که به حد ترخص رسیده یا نه اصل عدم رسیدن هست لذا باید همچنان نماز خود را تمام و روزه خود را مرسی کنم خدمت با سعادت شما بگیریم در ارتباط با اذان نکته مهم این هست که و همچنانی که اشاره کردم در تمام این موارد باید رعایت متعارف یا ملاک متعارف را فراموش نکنیم کسی که اذان میگوید از جایی که اذان میگوید نباید خیلی بلند باشد نباید خیلی مثلا در گود باشد و الا اگر از متعارف خارج بشود یا صدای کسی خیلی بلند باشد یا مثلا بلندگو مثل امروز استفاده بکند این موارد نمیتواند ملاک این مسئله قرار بگیرد مسئله دیگر این که اگر کسی فکر کرد که به حد ترخص رسیده است لذا نماز خود را شکسته خوان و عرض کنم خدمت با سعادت شما بعد معلوم شد که نه به خیر به حد ترخص نرسیده بود اینجا فرمودن که باید نماز خود را در داخل وقت اعاده و در خارج هم قضا بکند همچنان که در برگشت از سفر فکر میکرد که به حد ترخص رسیده است لذا نماز خود را تمام خوان به جای شکسته بخواند بعد معلوم شد که به حد ترخص نرسیده بود فرمودن اینجا باز باید نماز خود را در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضا بکند و البته این که در جهل و اخفاد جهل عذر هست یا عرض کنم قصر و تمام عرض کنم جهل عذر هست در جایی است که در اصل خود مسافت اینها جهل داشته باشیم اما اینکه در حد ترخص انسان در حد ترخص و این شرایط و امثال اینها دوچار جهل بشویم دلیلی بر معذور بودن نداریم لذا عرض کنم که بر اساس همون قاعده معروف که در احکام وضعی شرایط تکلیف لازم نیست شخص در داخل وقت مکلف به اعاده و در خارج وقت هم مکلف به قضا هست خب این تمام بحث راجع به حد ترخص در ادامه بحث قواطع سفر یکی از قواطع سفر نیت اقامت ده روز هست که این را به مناسبت مرحوم صنیف رضوان الله علیه اینجا مطرح فرموده است لذا می فرماید که ولو نول اقامت فی غیر بلده عشرة و ایام خب یکی از قواطع سفر رسیدن به وطن خود بود که در زمن شرط سوم بیان کردیم در واقع بقیه قواطع سفر را اینجا مرحوم مصنف رضوان الله علیه مطرح فرموده است لزام فرماید ولو نول اقامت فی غیر بلده اشرت ایام اگر نیت بکند اقامت در غیر شهر خودش را ده روز از اینجا رفت برای سفر زیارتی در مشهد مقدس مشهد وطنش نبود دوست دارد که ده روز در شهر مشهد بماند اینجا می فرماید اگر همچون نیتی کرد اتمه نماز خود را باید تمام بخواند و اگر روزه هست ماه مبارک است باید روزه خود را هم بگیرد و دونه های قصیر دون الاشره اگر کمتر از ده روز باشد یعنی فکر میکند که هشت روز مشهد میماند هفت روز میماند باید نماز خود را قصر بکند و ارز کنم روزه خود را هم افتار بکند در ارتباط با این مسئله بازم عرض کنم خدمت با سادر شما دلیل داریم لذا می فرماید که در باب پونزه حدیث نو و باب هفته حدیث سی را داریم همچنان که در باب نو عرض کنم در باب نهم در باب, در پونزه هم حدیث هفته را داریم پس در باب پونزه هم حدیث نو حدیث هفته و در باب پونزه هم بازم حدیث هفده کل این فرع را برای ما توضیح می که ولو نول اقامت فی غیر بلده اشرت ایام اتم فرع اول این هست که حتما باید با نیت اقامت نماز خود را تمام بکند و دو نها این که کمتر از اشره برای ما فایده نمی دهد قصر بکند این هم باز از همین روایات قابل استفاده هستند باب پونزه حدیث هفته و حدیث نو عرض کنم بسیار مهم هست اینجا خب و این تردد از این قاطع دیگر از قواطع سفر هست که عرض کردم کلا قواطع سفر سه تا هستن یکی رسیدن به وطن یکی قصد اقامت ده روز یکی متردد ماندن در یک جای برای سی روز و این تردد از اگر مردد بود از این مسافر یعنی واقعا سرگردان بود نمیدانست ده روز میماند کمتر یا بیشتر تا سی روز شد که گاه این مسائل برای کسی که عازن الله مثلا برای علاج رفتن خب بیمارش در بیمارستان هست پزشکان وقت معینی برای ترخیص اعلام نکردن و نمی کنن. یا مثلا چیز را گم کرده است یا بدون بال کسی است که از عبده کار هست و مثلا خود را غیب زده است و امثال خب این موارد پیش می آید. و این تردد از مهو قصر ما بینه قصر بکند ما بین اون روز اول و بین یک ماه یعنی تا یک ماه باید همچنان نماز خود را شکسته بخواند اگر ماه مبارک رمضان هست روزه خود را رو افتار بکند بعد از اون ثم یتم و لو واحده بعد از یک ماه اگر تمام شد باید تمام بکند یعنی نماز خود را تمام و روزه خود را هم بگیرد و لو واحده گرچند اگر به اندازه یک نماز واجب بعد از سی روز بماند بعد از آنی که سی روزش کامل شد از روز سی و یکم مثلا فقط به اندازه یک نماز صبح باقی مان. به اندازه یک نماز ظهر باقی مان. همین مقدار که کافی بماند وارد روز جدید شده است لذا در ادامه وظیفه دارد که روزه را رو بگیرد و نماز خود را هم حتما باید تمام بخواند ولو سلاتا واحده منتها مقصود از این سلات سلات نافله نیست مقصود یعنی به اندازه یک نماز واجب مثلا و یا در وقت یک نماز واجب اونجا بمانند خب در ارتباط با این هم که این که سی روز هم از قواطع سفر هست بازم در باب پونزه حدیث هفته را داریم حدیث نور را داریم که دلیل این مسئله هست فرع بعدی که شون مطرح فرموده است این هست که ولو نول اقامت ثم بداله اگر نیت بکند اقامت را ثم بداله بعد نظرش تغییر کرد وارد مشهد مقدس شد نیتش این بود که ده روز کامل را بماند بعد نظرش تغییر کرد به هر علت کم بودی امکانات نبودی جا این که ده روز را نمانم اینجا رجع الى تقصیر اینجا باید برگردد به تقصیر یعنی نماز را شکسته و روزه خود را هم افتار بکند که در این خصوص اولا این مسئله اجماعی است به سراحت مرحوم صاحب مداریک باز در باب 18 حدیث یک را داریم که دلیل این مسئله هست منتها نول اقامت سمه بداله رجع الى تقصیر خالی از قید نیست ولو سلا سلا تن بنیت به نیت لم یرجه اما اگر وقتی وارد مشهد شد و قصد اقامت ده روز را کرد و از مدت نیت اقامتش اون مقدار گذاشت که یک نیت را تمام خوان یک نماز را تمام خوان مثلا ساعت ده ارز کنم خدمت با سعادت شما صبح به مشهد رسید قصد اقامت ده روز کرد برای نماز ظهر و عصر مشرف به حرم شد اونجا نماز خود را تمام خواندن حالا بعد از خواندن نماز ظهر و عصر پشیمان شده است میگوید ده روز نمیمانم بلکه کمتر مثلا پنج روز میمانم اینجا چطور میفرماید ولو صلا صلاتا واحدتا اگر بخواند یک نیت یک نماز را منتها به نیت تمام اینجا میفرماید لم یرجه دیگر حق برگشتی به قصر را ندارد ولو بعد از خواندن ظهر و عصر پشیمان شد بقیه را باید حتما نماز خود را تمام بخواند و روزه خود را رو بگیرد اما قبل از این که یک نماز واجب را بخواند اگر پشیمان شد دوباره حتما باید به قصر برگردد یعنی مسافر حساب می شود روزه خود را رو افطار بکند و نماز خود را هم حتما باید قصر بکند و شکسته بخواند که این مسئله هم تمام اینها عرض کردم اضافه بر مسئله اجماع در باب 18 حدیث یک هست که دلیل این مسئله هست در هر صورت در ارتباط با این قواطع سفر یعنی اینکه گفتیم اقامت ده روز یا ماندن سی روز مثلا در یک جای مقصود از این ده روز مثلا همون ده روز کامل هست مقصود از سی روز هم سی روز کامل هست تلفیق کافی نیست مثلا کسی که ساعت ده روز و مشهد رسیده است اون روز دیگر روز حساب نمی شود اگر این را حساب بکند تا ساعت ده روز بعدی که مرکب کردن دو روز بشود 24 ساعت و روز کامل این کفایت نمی کند لذا باید ده روز کامل را ده روز کامل را اگر کسی بماند اون می شود عرض کنم ملاک روز کامل پس ده روز یعنی ده روز کامل سی روز یعنی سی روز کامل از تلفیق کردن ارز کنم قواطع سفر محقق نخواهد شد نکته دیگر این که این که گفتیم اگر نیت اقامت کرد در غیر شهر خودش فرق نمی کند اون شهر شهر بزرگ باشد شهر ارز کنم خورد باشد رستا باشد هر حالتی که داشته باشند حکم یکسان دارند در ادامه قصد سفر داشته باشیم یا نداشته باشیم بازم در این جهت تفاوتی نمی کنند همچنانی که اگر کسی خواست هم برگردن قصد ارز کنم برای برگشت قصر قصد سفر جدید هم لازم هست که اگر کسی مثلا ده روزش کامل شد حالا دوباره میخوان ارز کنم یک مسافت را طی بکنن حتما باید قصد هشت فرسخ را داشته باشند این تمام بحث راجع به شرط ششم و البته بعض فروعات اضافی که مطرح شد تا اینجا مبحث اول ما در این فصل فصل نماز مسافر به اتمام رسید بقیه ای مباحث را در درس بعدی با شما پیگیری خواهیم کرد ان الله غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته